سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم میزبان برنامه در کنار من کارون نشسته حتی در کنار او... که نیستم برای سلام هستی دیگه واقعا فرهادم این زیر این پایین نشسته سلام فرزاد کجاست اول <تصفح> <تصفح> اول این برنامه میخوام ازت سوال بپرسم که برادرت کجاست خب مطمئنه هنو خونه شونه اگه جوابه چرا اینجاست؟ نیست؟ ولی چرا نیست اینجا رو از خودش برد اینجا هم برادر بزرگتر نمیدونی؟ برادر کچکتر کجاست؟ چرا دیگه میدونم کجاست ولی مسئولیت در قبال این که چرا نایمده و حاضر نشده نمیتونم قبول کنم ام... به بیا یه نکته تو این اپیزود به گنجونیم راجع به فرزاد آره. بعدا اگه واکنش نشون داد میفهمیم حداقل اگه نمیاد گوش میده, گوش میده. ولی اگه واکنش نشون نداد میفهمیم گوش نمیده اولش هم همه بارو... گوش میدن یعنی توی مثلا وسطاش دیگه با آره. اینو ما با فراد تست کردیم فهمیدیم هیچ وقت گوش نمیده آره. آره ما این کاری کردیم نه نه صادقانه صحبت کنیم صادقانه صادقانه <اسلام emoji> نگوش ما اینجا فکرم یه پرنده خودکشی کرد باید سرعت عجیبی از بالا رفت پایین جیرا براتون میگه اول منو کارونی تشکر بکنیم بابت پیام های تبریک تولدی که مردم برام فرستاده بودن واقعا نشون در نکنه خیلی زیاد بود تا اونجایی که تونستیم جواب دادیم بقیه‌اش جواب میدیم حتما و اینکه مرسی دیگه شرمنده کردیم درسته بل. بله واقعا <تصفح> بله من میتونم چیز بگم بفرم. این باره من خوب نوتیفیکیشن اینستاگرام همیشه خاموش بود بعد یه مدت اومدم روشنش کردم تو همین بین تولدین شما این و بعد منصرف شده آره اینقدر اینجوری قطاری چیز می نوتیفیکیشن می دوباره برگشتم به حالت قبل ولی اینو میگه که برای تولد تو هم ما مثلا پست بریم که میگیم نوتیفیکیشن آن کنی که برای تو هم بیاد یه دیگه که بگم 150 نفر دیگه بیشتر نمونده تا ما یوتیوبمون هزار نفره بشه داریم تدارکات حالا درست کردن یه مدل تیشرت دیگه در واقع که نشون میده هزار تایی شده یوتیوب اون رو تدارکاتشو داریم میبینیم داریم کارشو انجام میدیم و حالا هزار تا بشه به چند نفر جایزه میدیم و اینکه جایزه اون رود هم هست دیگه ما در مورد اونم داریم فکر میکنیم که چه جور اپیزودی بریم وقتی که آپلود شد به همه میگیم که در واقع اگر که لطف کنن اونو در واقع لایکش بکنن که اگر که برنده بشیم مستقیم میدیمش به یکی از شنونده‌ها که میخواد پادکست راه بندازه چون ما خودمون به وسایلش نیاز نداریم من خودم هم پادکست ها رو گوش میدم بعض وقتا خود شما میتونی شرکت کنی تو مسابقه و برنده خودت برنده بشی از خودکست لطفا مایه یه بریم سر اپیزودمون چیز نشتیم بگین قبلش شروع بکنیم نه میتونیم بریم دهیم. آه. من گفتم این هفته دور برگردیم به روال عادی کار و دیس کردن خودمون و اینکه شاید حالا این اپیزودی که میخوایم بریم یه سوال باشه در مورد این پدیده ای که شاید بعضی آدم ها و مخصوصا خود من رو بعضی موقع اذیت میکنه برای مشکل ساز میشه و میخوام ببینم که نظر شما چیه شما با چه جوری برخورد میکنین اصلا این مشکل داشتین یا نداشتین این پیده ای که میخوام در صحبت کنم اون حس رقابتی که توی آدم وجود داره که انگار همیشه داری مسابقه میدی همیشه باید اول بشی و اون صدایی که توی ذهنته داره تو رو اجبار میکنه که یه جوری رفتار بکنی که انگار آخرین اخر باری است که دارین کار رو انجام میدی اینو زیاد شنیدیم توی این اینفلوئنسرها که مثلا یه کاری رو یه جوری انجام بده که برای بار آخرته مثلا فکر کن که این هر روز یه جوری زندگی کنید انگار آفره. روز آخر زندگی مثلا چه میدونم اینفلوئنسرها میگن که یه جور به جنگی که برای مثلا فینال چون هم جام جهانی داری می جنگی موقعی اصلا سر شوق اومدم که راجب این فیلانسر دوستان موضوع مورد علاقه منه میدونم چی تحریکش کنم اپیزود های میکنم الان اینا حتی اسمشون اینفلوئنسر نیست یعنی نه نه من اینفلوئنسر نه کلا آدمایی که خیلی انگیزشی ان یعنی انگیزشی آره موتیویشنال اسپیکر بهش میگه که این متاسفانه میتونه بعضی موقع خیلی اذیت کننده بشه و جلوی اینکه تو از حالا کاری که داری انجام میدی لذت ببری و میگیره چون که همش داری یه جوری تلاش میکنی که بهترین باشی که خب همیشه هم واقعا قادر قادر نیستی که همچین پرفورمنسی رو خودت نشون بدی حالا اصلا چرا این موضوع رو مطرح کردم از کجا میاد چون ما اکثر موضوعاتی که در صحبت میکنیم و مطرح میکنیم تو زندگی شخصیمون داریم باش دست و پنجه نرم دیگه یه جورایی چندین بار گفتیم که اپیزودایی که میریم در مورد خودمون بیشتر یعنی خودمون یه مشکلی داریم که این اپیزودا رو میریم من چندین بار گفتم که توی مثلا هفته گذشته یه گیمینگ چنل درست کردم و اینا توی یوتیوب که جمعه کاملا تفریحی داره نه قرار کار تمام وقت من باشه نه قرار من توی مسابقاتی جای شرکت بکنم نه قرار که مثلا کار خاصی توش انجام بشه و اینا و فقط جنبه بازی و تفریح و شادی و اینا داره مثلا همینطوری برای خودم یه سری هم آپلود میکنم ولی خب بازی بقیه کسایی که معروفن رو نگاه میکنم و سعی میکنم ازشون حالا چیزهای مختلف یاد بگیرم چون که خب اونا که کار مثلا تمام وقتشونه چیزهای بیشتری از من میدونن و بعضی موقع جالبه که طرز فکر اونا رو نسبت به مثلا حالا روش بازی کردن ببینید فکر کنم فرادم مثلا توی مدت دیده تفاوت بقیه آدم ها رو که مثلا من چند تا لینک براش میفرستم میتونه بفهمه در چی دارم صحبت میکنم بله بله بعد چی میشه موقعی که خودمون داریم بازی میکنیم با دوستامون همش سعی میکنم که از اونا تقلید بکنم و کاری که اونا دارن مثلا یارو رو پونزه ساله داره انجام میده رو من مثلا جلسه سوم سعی کنم انجام بدم و اگه نشه و ممنون خب نجه نمیگیریم دیگه اصلا آدم میرزه به هم. انگار که حالا تمام زندگی من وصف بده به اون یه دونه بازی و اتفاقی که میفته اینه که خیلی ها از بازی کردن حالا مثلا حالا اون گیمه دیگه لذت نمیبرن کاری که اومدی برای تفریح انجام بدی تبدیل میشه به یک کار و اصلا کلا لذتش از بین میره و این مسئله فقط تو بازی کامپیوتری نیست توی فوتبال هم که بازی میکنیم هست که کارون شاید بتونه شهادت بده که واقعا عصبانی میشیم و باید حتما ببریم مخصوصا جلوی یه سری از تیما که حالا میگم اینو یه دلیل خاص داره اگر مثلا میرفتیم ساحل والیبال بازی میکردیم با بچههایی که اصلا ورزشی هم نیستن اونجا هم مثلا یه رقابتی میشد و باید حتما میوردیم و اصلا راهنمایی کارو میدونه ما یه حیات خیلی کوچولو داشتیم اون پشت یه راهنمایی خیلی حیات کوچیکی بود زندان بود لامصب <applause> ریختن اون تو ما داشتیم اون تو زو بازی میکردیم من انقدر رقابتی رقابت یارو رو محکم گرفتم انگوشم شکست یعنی من بچگی همچی مشکلی داشتم و خیلی زنگ تفریه ها میرفتیم اینجا بسید ورزش میرفتیم تو اون نه زنگ تفریه ها میرفتیم ورزش, یه جا دیگه میرفتیم پاس. پاس فوتبال بازی باشگاه پاس خیلی ما با کلاس بود زنگ زنگ ورزش باشگاه کجا باشگاه پاس پاس تو یک آره پاس تو فوتبالیست نمیدونی یه زمان تو لیگ برتر بازی میکرد آره. بعد اخو مدیریت مدرسه رو ببین باشگاه پاس مثلا پیاده از مدرسه ما یه روب راه بود بیشتر زنگا یک ساعت و نیم بود حالا بگی یه آره. یک ساعت و نیم بود ما یه روب میرفتیم یه روب هم برمیگشت یعنی از یک ساعت و نیم ما نیم ساعتش رو تو راه بودیم آره. بعد بگو نابقه یه پول بده یه اتوبوس بگیر ما از مدرسه تا اونجا دو دقیقه برسیم <تص> بهترین زنگ آدم اصلا کل هفته رو میرفت به خاطر زنگ ورزشش بعد اینا با ما این کار میکنه اه... حالا اینکه ایمان میگه آره بعضی وقت اصلا رقابت هم ممکنه نباشه تو یه وقتی تو ذهن خودت هم داری با خودت رقابت میکنی من یادم اون موقعی که این کمر دادم خیلی وزش بد بود به خاطر این بود که من لگدم جابجا شده بود من اینو نمیدونستم و یه دو رفته بودم بدوم مثلا فکر کنم من نیم ساعت دویدم این لگنه شروع کرد پایین کمرم من یه درد عجیبی گرفت نفسم داشت میگرفت و خب یه جایی ذهنم میگه خب وایسا دیگه الان نباید ادامه بدی یه جایی تو زنی هم میگفت ها میگه وایسا عقله واقعا <applause> واقعا همین بعد یه بخش بخش دیگه میگه نه اگه الان وایسی ممکنه سری بعدم که بیای داره. مثلا بگی که سری قبل وایسادی پس دیگه اصلا نتونی هیچ وقت درست بدی نه ادامه بده واسه من با یه درد <applause> وحشتناک اونجا دویدم روی این حساب که فکر میکردم اه... نه دیگه مثلا بعدا لوس کرده خودش رو اینا بعد ادامه بدیم بعد حالا چند ماه که رفتم دکتر فهمیدم نه این اصلا از اولاد کوتاه بلند شده بود اون درده واقعی بود یعنی لزوما نباید آدم دیگه ای هم باشه که آدم تو این رقابت بیفته وقتی با خودت هم سر جنگ و رقابت داری خلاصه حالا من گفتم در مورد این یه گپی بزنیم و قبل از اینکه حالا این از شما بخوام بپرسم که حسی که حالا براتون توصیف کردم در واقع چه باش کنار میایین و چه جوریه دوستان برم کامنت ها و جوابای چند تا از عزیزانی که توی اینستاگرام به ما جواب دادن در واقع بخونم سوال این بوده که شما هم این حس رو دارین که دارین همیشه مسابقه میدین و بعد اول بشین حتی اگر کاری رو دارین تفریحی انجام میدین و با این حس چطور کنار میاد فاطمه گفته بودش که بعضی وقتا این حس خیلی خوبیه و بعضی وقتا اذیت کننده است ولی میتونه این حس رو خاموش کنه خودش اگر که بخوام حس رقابت رو من داره عدسم میگیره اگر که میبینید صدام کتا میشه صبر میاد اگه عدسم اومد باید یه سر. سرمایه مید. عجیبه مثلا نصف نیمه خوردم یعنی نه سرمایه واقعی نه علکیه و داره زیاد میکنه یاسی نوشته بودش که توی مدرسه خورده اینطوری بوده اما الان خیلی چیل و ریلکس شده اصلا شخص جزیره ای پیدا کرده سیمان گفته بودش که این حس رو داره و باهاش کنار نمیتونه بیاد سامان گفته تسلیم میشه معمولا به اون حسش ایناس گفته بود که کنار نمیاد چون حس پیروزی خیلی قشنگه و از رقابت استفاده میکنه تا به اون حسه برسه سعیده گفته بودش که فاصله از فضای مجازی که حالا اینم میتونه یه دلیل خوبی باشه این چند تا از جوابایی بود که بچه ها گفته بودن وقتی که داشتم کامنتار میخوندم حالا خیلی زیاد بود دیدم یه در سه دستگی عجیبی وجود داره خیلی هستن که این رو دارن و دارن ازش لذت میبرن خیلی ها دارن. دارن دارن عذاب میگشن و دست فهم اصلا تجربهش نکردن من این خیلی برای من جالب بود که ما اصلا خیلی معلوم بود که یا دارم شوال اون دست سوم اونا کجا بزرگ شدن همون این خیلی جالب بود بر من و کسایی بود یعنی که حالا من نگاه میکردم سنشون بالاتر به نظر میرسید یعنی کسایی بودن که خانواده داشتن یعنی مثلا ده... ازدواج کرده بودن و مثلا سنشون بالاتر بود وقت اون ابزرویشن اولیه من حالا من از روی عکس اینستاگرام چی میتونم بفهم حالا ببینم جواب شما اصلا چیه اصلا همچین حسی دارید ندارید باش کنار میاید نمیاید برای تو که صحبت کنم من من فکر میکنم که این دسته بندی کردی خودم بیشتر شبیه دسته سوم میدونم بیا <acht> کلن <dropdown> آدم کامپتیتیو و رقابتی نیستن و بیشتر اصلا دوستم حال بکنم با اون اتفاقی که داره میفته مگه حالا دوباره میریم سر این بازیه که چند هفته است داریم صحبتشو میکنیم اینا این یه مثالیه که خب من بیشتر توش رقابتی شدم و دارم جدیش میگیرم اونم به خاطر اینه که توی گروهی هم که حالا مثلا خب ایمان خب تو بهتره حالا چیز نشی ایمان ها. میکنم. خب نشی. چون میکنم خیلی سر ما آنچنان داد میزنه انگار سربازیه مثلا بعد <applause> ما چیز وایس آقا من دلیلشو میگم بذارید من دلیلشو نه <applause> نه نه خب من دوست دارم بگم دلیلشو <applause> خب دوست دارم بگم بزاید. بزاید. خب دلیل بگو, بگو. دلیل بگم الان به خاطر از سه طرف دارن به ما تجاوز میکنن آقا باید دیوار رنگ میکنه نه خب نه واقعا خب اینطوری نیست دیگه الان دیگه اون مال اوائل بود که دوست داشتم یه نقاشی میکنه نقاشی بکنم خب بعد خب مثلا من دیدم که این بازیه که خب من واسه تیم چی بهش میگن لایبلیتی هم یه وزنه هم که اصولا تیم رو پایین و اینا و شروع کردم فیلم دیدن از با ما صحبت کردن اینا که خودم کم بهتر بکنم و پیش بره ولی با این حال بازی که باز میکنم واقعا باش حال میکنم اتفاقاتی که میفته یا مثلا حتی من از دور که میبینم بچه چیکار میکنن و اینا اون لحظه رو خیلی دوست دارم بیشتر حالش ببرم اصلا یعنی حال این که بخوام رقابت بکنم و اینا ندارم مثلا یه دورانی ایران که بودیم ما رو یکی دو بار بردن زاینده رود تو این سوار قایق پدالیا شدیم بله بچه‌ها شروع کردن اصلا هیچ چیزی هم نه هیچ برنامه‌ای نبود که آقا برسیم ببینیم کدوم قایق سریعتر میرسه به اون چیزه به اون به اون خط قرمزه که دیگه از اونجا نباید جلوتر میرفت ما نمیفهمیدم چرا بعد این اتفاق بیفته اومدیم قشنگ خوام زاینده رو ببینیم پارک رو ببینیم اینا با من پا نمیزدن و یک دعوایی شد بین من و 25 نفره حالا 25 نفریه که نه اون افرادی که تو قایق ما بودن و ما باختیم منم سر حرفم بودم نرفته بودیم اونجا بخوام رقابت بکنیم و مسابقه بدیم و اینا او اون موقع از بچگی هم یعنی اس رقابت رو کلا نداشتی نه نه رقابتی نبودم یه سوال توی حالا مثلا اگر که این در مورد از سواری بود چطور آها آه آره اون چیزایی که توش خوب اونو چون خیلی وقت انجام ندادم و اینا نمیخوام راجبش حرفی بزنم نه ولی تو... مثلا حس رقابتی اون موقع داشتی آره اون موقع داشتم اونو بیشتر به خودم داشتم میخواستم خودم بهتر بشم چون سوارکاری ورزش انفرادی و اینا همیشه میخوای خودت بهتر بشی که حالا چه اتفاق واسه بقیه میفته تأثیری رو عمل کرده تو نداشته باشه تو خودت هرچی بهتر بشی جای خودت رو امتر میکنی آره تو تو کارون شما چی؟ آره منم خیلی نستو دارم اتفاقا به این حرفی هم که حالا سوالی که توی اینستاگرام پرسیدم، من خیلی وقت رو فکر میکنم ای به این فکر میکنم که حالا یه زمانی آدم توی اون محیط بود که مجبور بود مثلا تو مدرسه و اینا مخصوصا دم کنکور و اینا دیگه تو مجبور بودی که خیلی رقابتی و اینا باشی بعد الان وقتی فکر الان که خب زندگی تر شده دیگه اونجوری رقابت نیست چرا من اینجوری همچنان توی اون ذهنیت و اینا هم چرا اون ذهنیت رو نمیتونم از خودم دور کنم ولی به جوابی که رسیدم حالا الان میگم به چه جوابی رسیدم در واقع دلیل این که من توی خودم حس میکنم این اتفاق افتاده اینه که مدلیه که ما آموزش دیده شدیم از بچگی خب. یعنی ما از همون اول دبستان که رفتیم مدرسه از شما امتحان میگرفتن و شما رتبه بندی میشدی اونی که 20 شده بود از اونی که 19 شده بود بهتر بود اون 19 از 15 بهتر بود و این دیگه تو هفت سالت اون موقع یعنی مغزت یه صفحه سفیدیه که روش هر چی بنویسی دیگه تا ابد همونو ادامه میدی و ما اینجوری بزرگ شدیم از سن خیلی کم بعد دیگه نمیتونی انتظار داشته باشی که تو بتونی جدا کنی مسائل هستم حالا من توی درس و کار رقابتی هم ولی به لذت که میرسه رقابتی نیستم مثلا میرم فوتبال بازی میکنم رقابت نمیکنم و دارم از اون شرایطی که توش هم لذت این اتفاق نمیفته دیگه به خاطر اینکه تو از اول ذهنت اینه که هر جا میری باید برنده بشی و دیدی دیگه مثلا فوتبال... طبیعت من نیست آره بره. بعد دیگه میری فوتبال فوش و کتک و اینا که آقا مثلا تو فلان ما اون واقعا کار نمی کردیم و یعنی ما خیلی سیویلایز برخورد می کردیم خیلی انسان دوستانه بودیم آره ولی خب یه سریا ها بودم مجبور بودیم باشیم دلمون رقابت داشتیم یعنی اون ته دل آه که یه سری ها بودیم باشون تنه به تنه بشی دیگه زواره. آره. بعد یه حس غروری هم بهت میده دیگه که مثلا اوه مثلا من یه تنه به اون زدم یارو پرت شد بعد الان میری برای دوستا تعریف میکنی اونم تشویقت میکنن یعنی محیط یه جوریه که به شما این اجازه رو میده در واقع شما رو تشویق میکنه که یه همچین حسایی تو خودت پرورش بدی خب مم. حالا اگه فردا روزی این فرصت به ما داده شد که یه نظام آموزشی جدید طراحی کنیم من میام اون نظام آموزشی جدید رو لذت محور طراحی میکنم یعنی چی یعنی اینکه ببین مثلا ما تو که به با... آره آره تو مدرسه که به ما یاد ندادن که لذت ببری از درسه که به ما یاد دادن که اون درس رو یاد بگیری که فردا تو رقابت برتر بشی خب مثلا باید. به جای اینکه بذار بگم دیگه نگم بگو ببین مثلا به شما داره آموزش میده که تو هندسه شعاع در نقطه تماس به خط مماس عموده خب تو به چون که لذت ببری از این مفهوم که به به من الان فهمیدم این خط از اینجا میاد به این عمود میشه تو تو ذهنت اینه که من اینو الان یاد بگیرم که پس فردا مثلا فلان تست رو درست بذارم یا اصلا اینکه حالا ریاضی به نظر خیلی خشک و جدی میاد میری وارد ادبیات میشی داری شعر میخونی اونجا دیگه زمانی که واقعا باید با تمام وجودت لذت ببری مثلا شاعر داره وصف میکنه که آقا این پوست لب محبوب انقدر نازکه که این نفس که میکشه این ترک برمیداره خدا رو میگه البته آره این دیگه اوج لذت دیگه تو اینجوری مثلا یه شاعر با تمام قافیه و وزن و اینا داره یه همچین چیزی رو برای تو تعریف میکنه تو به جان که از این مفهوم لذت ببری تو فکر اینه که حالا آرایه ادبی توی این چیه این با کجا قراوت معنایی داره من اینو یاد بگیرم فردا درست بذارم که از ایمان مثلا توی امتحان بهتر بشم میبینی؟ یعنی اصلا این سیستم طراحی شده که شما رو رتبه بندی کنه شما رو طبقه بندی کنه بر اساس همه چیز بر اساس حالا یه زمانی نمرته یه زمانی بر اساس نمیدونم فامیلیته یه زمانی بر اساس میزان حقوقت درجه سرکارت نمیدونم رتبه ورزشیته میبینی تمام این موارد داره شما رو طبقه بندی میکنه داره شما رو توی یه جایگاه نسبی نسبت به بقیه قرار میده ولی اگه نگاه عوض بشه این نظام رو لذت محور طراحی کنن مثلا آخر اون درس بیان بسنجن که کی از اون مفهوم هندسی بیشتر لذت برد خب اون موقع اصلا کلا ذهنیت عوض میشه دیگه تو میری بازی میکنی به جنگ که به بردن فکر کنی ممکنه به اینکه من چی کار کنم که تو اون لحظه بیشتر خوش بگذره فکر میکنی من فکر میکنم این یه توی سیستم الان توی دنیا الان کار نمیکنه ولی توی یه نظام آموزشی فرضی همچین چیزی پیاده بشه و آدم‌ها رو بر اساس اون حس رضایتی که از حالا انجام دادن اون کار یادگیری اون مطلب هر چی که هست طبقه بندی بکنن اگه بنا به این باشه که طبقه بندی انجام بشه خیلی چیز عوضه. ولی ولی تو این نظام آموزشی اون کامپتیشنر رو اون رقابت رو نمیتونی کامل حذفش کنی به من آمکه. اون رقابت در واقع ابجکتیو فانکشن بهش میگن اون رو بر مبنای نمره نمیذارم یعنی اون آم. سکوری که شما به دست میاری بر مبنای اون میزان لذته میذارم اون موقع تو تمام حواست رو میدی که در لحظه حضور داشته باشی و استفاده کنی از اون مفهوم که بیشتر لذت ببری این چیزی که گفتم اینه که حس میکنم مثلا رقابت یه, یه از حالا از ماست که نمیتونیم عضو لایند فک آره یعنی نمیتونیم از, از, دستش فرار کنیم اگه که مثلا تو اون حالا کلاس ها و هفت شد ساعت نه 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 کنم یکی داشت میزد توند، آلا تو اون حالا تو اون کلاسات اون درس ها اینا لذت هم ببریم مثلا آخرش کسایی که خب اون اون درس ها رو دوست دارن یا اون کلاس ها رو باحال میکنن میرن به سمت بهتر شدن تو اون مثلا مطالب یا تو اون درس ها اتوماتیکلی اون چیزه پیش میاد دوباره اون رقابتی که حالا اونایی که از ریاضی حال میکنن و عشق میکنن با ریاضی بخوان بهتر باشن خیلی دیگه خیلی ریاضی حال بکنم آره اصلا برم مرحله <applause> های بعدی برم چیزای بعدی یعنی میگم اون رقابت یه جایی دوره کیکین میکنه خودشو نشون میده ببین آره خب این شکل میگی... بهتری حس میکنم یعنی من ببین اینی که میگی درسته خب چرا به خاطر اینکه من و داریم این حرفو میزنیم که ذهن ما آموزش دیده که رقابت کنه هم. خب ولی حالا اگه بیا یه سری بچه رو از بچگی تعلیم بدی که روی چیز دیگه ای حالا مبنا رو قرار بدن ممکن ذهن اونا وقتی به 27 سالگی رسید یه جور دیگه فکر کنه پس اینو بذاریم اونا که آموزش دیدن تهش نظر بدن ولی حالا نکته ای که هست اینه که مشکلی که با طبقه بندی وجود داره اینه که شما وقتی رتبه بندی میکنی رتبه ایمان تو دو حالت میتونه خوب بشه یکی اینکه خودش واقعا بهترین باشه یکی اینکه منو بدتر کنه درسته اگه منو ایمان داریم رقابت میکنیم میبینی یعنی اینکه دو طرفه از بهتر شدن ایمان منوط به دو چیزه یکی اینکه خودش خوب باشه یکی اینکه طرف مقابلش خوب نباشه امه. حالا اون حالت لذت محوره اون موقع ایمان حتی میتونه به من مثلا کمک کنه که من هم از اون شرایط لذت بیشتری ببرم یعنی اون شعر رو که داره میخونه برای من توصیف کنه که بابا این مفهوم اینه اینجوری داره مطلوب رو توصیف رو کنه شما خیلی توصیف کنم دیگه آره ببین سعی کنه از اون لذتی که خودش داره میبره به من هم یه مقدار یه قطره ای به کنه و منم اون لذت رو ببرم و با بالعکس میبینی اون موقع دیگه دید اصلا عوض میشه اون مجبور نیست منو له کنه که بره بالا یه بگم بفهم داشتم یه چند روزی است که دارم یه مستند میبینم به نام The Last Dance که از مایکل جوردن ساختن توی نتفلیکس در واقع مستنده رو خیلی وقت پیش ساختن 1998 موقعی که اینا داشتن برای یه فکر کنم شیشون قهرمان می شدن. سال آخری که مایکل جوردن توی بولز داشت بازی می کرد خیلی مستنده جا... و الان تازه حالا تونستن اینو در واقع پخشش بکنن مایکل جوردن بهشون اجازه داده که اتفاق بیفته به همان پیشنهاد میکنم ببینین خیلی مستنده جالبیه این پرانتز رو باز بکنم الان دیگه مستندام سریالی شده یعنی قبلا مثلا مستند بود دو ساعت سرتش هم می آورد الان باید بشینی این, این سریاد مثلا خانه به دوش هر هفته اصلا یه اپیزود یه دیگه ساعته ببینی الان 6 شیش هفته از آن تازه بس رسیدیم سیزن سه اصلا از 6 تا سیزن اصلا از تا سیزن, سیزن سه واقعا شیشتا. سیزنیه؟ نه سیزن, سیزن بسکتبال من دارم میگم مثلا تو 6 تا اپیزود سه تا سیزن بسکتبال بسکت از اون شیش رو مثلا انجام داده احتمال این شیش دیگه اپیزود دیگه هم وجود داره پول در دیگه آره به هر حال یه جا هست که نشون میده مارکل جودن خیلی داره جاهای مختلف قمار میکنه او مثلا میگه که از اینکه داره مثلا با سکیورتی گارداش صحبت میکنه میاد میگه که بیاین سکه بندازیم هر کی انداخ نزدیک به دیوار مثلا 20 دلار میبره از اون یکی شروع میکنه با اونا بازی میکنه تا اینکه مثلا اون یکی از هاشه یکی بازی دیگه مثلا میره گلف بازی میکنه مثلا سوراخی چند ده هزار دلار با افراد مختلف و مثلا کلی مثلا پول میبره و اینا اون لبخند عجیبی روی لب جفت شما از گلف سوراخی باز میکنن من دمش خیلی ای بعد این گزارشگر ازش میپرسه که حالا یه سری اتفاقات به وجود میاد و اینا ازش میپرسه که تو مشکل قمار پیدا کردی یعنی معتاد شدی به قمار میگه نه من به اون حس برای حس رقابت هست که دارم این کار رو انجام میدم و گفتش که توی تو توی قمار رو میتونی از من... تو بیا اصلا قمار رو از من بگیری ولی اون حس رقابت رو از من نمیتونی بگیری من مشکل قمار ندارم مشکل رقابت دارم بیشتر <applause> که خب این هم خیلی جالبه دیگه طرف واقعا میگه من معتاد شدم به اینکه رقابت بکنم حالا مهم نیست که با سیکیورتی گاردام 20 دلار سکه نزدیک نزدیک‌تر به دیوار دوست دارم اونو ببرم و نشون میداد اینو یعنی توی فیلم نشون میداد که از طرف میباخت بعد دوره میاد میگفت بیا مثلا تو چهار تا سعی داشته باش من یه دونه داشت سعی میکرد که با مثلا هر جور که شده از این طرف ببره تا اینکه مثلا میرفتم و میگفت پشت ما موقعی که مثلا از یه دونه استیت از یه استان میرفتن به یه استان دیگه برای بازیاشون خب اینا هواپیما خودشون می داشتن میگفتش که تای هواپیما داشتن پوکر بازی میکردن مثلا دستای چند ده هزار دلار ما این جلوی هواپیما داشتیم دست یه دلار بلاک جک بازی میکردیم دو تیم مختلف بودن مثلا تیم ماساژ داشتن بلاک جک بازی میکردن تیم مثلا بس بسکتبال واقعا دوست اون پشت چیز بازی میکرد پوکر میگفت اونور که تموم میشد میواد اینجا مثلا اونجا 100 هزار دلار برده بود میواد اینجا با همش دست, دست یه دلاری بازی میکرد فقط برای اینکه ببره میگفت اون حس رقابت رو باید توی خودش یه جوری ارضا میکرد و دیگه سخت میشد براش میخواست دیگه میگی که چرا این حسه میفته اتفاق می اف... بگید الان فراد میگه نه دوست دارم دوپامین میزنه بس بلو. بس خودته همین تمام این اعتیادا به خاطر دوپامینه ولی حالا جالبه اینم تا چیز کرده بودم من یه چیزی داشتم میخونم نوشته بود فرض <تصفح> کن دقیقا همین بازی بسکتبال تو میخوای بری با یکی بازی کنی اگه مثلا من برم با مایکل جوردن بازی کنم چون کام یعنی پیش آماد قضیه کاملا مشخصه که من میبازم میگه میگه مغز من دوپامین ترشح نمیکنه چون میدونه من برم میبازم <applause> یا اگه برم مثلا با فرهاد بازی کنم که خیلی ضعیف از منه چون من میدونم من صد درصد اونجا میبرم باز مثلا مغز من دوپامین ترشح نمیکنه ولی میگه <applause> به <بلی> شوخی گفتم <بافرم>. ولی <applause> 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 میگه تو اگه بری با یکی بازی کنی که بدونی مثلا تو هول و هوش خودته یعنی هم تو شانس برد داری هم اون داره میگه اون موقع اون حس رقابت به تو خیلی دوپامین میده چون تو انگیزه داری مثلا بری ببری و در اینا یکی از که میخوام در سوال بکنم داشتم وقتی میخواستم در این مسئله در, در, این مورد بخونم و اینا چند جا نوشته بودش که رقابت به خودی خود که مشکلی نداره نه خوبه نه بد آدم ها حالا میتونن رقابت بکنن و اصلا در حیات رقابت بین موجودا وجود داره دیگه تو اصلا اول که یه اسپرم بودی داشتی رقابت میکردی که زنده بمونی الان هم حالا توی در واقع حیاتت هست در قالب وجودیت هست برای زنده موندن اصلا امر طبیعیه که آدم رقابت بکنن و اصلا تمام موجود زنده در حال رقابت هستن برای رسیدن به منابع محدودی که وجود داره حالا برای اینکه زنده بمونن این منابع میتونه آب، غذا، سرپناه باشه یا حتی پارتنری که حالا میخوان باهاش زندگی بکنن و تولید مثل بکنن همیشه در حال رقابت هستن و این میتونه ریشه در وجود انسان داشته باشه ولی اون روند ذهنی که رقابت داره در اکثر موارد هیچ ربط به بقا نداره یعنی اون چیزای فیزیکیش همه مثلا میخواستن زنده بمونن رو ربط به بقا داره ولی اون اون اتفاقای سایکولوژیکالی که میفته اون اتفاقات ذهنی که برای تو به وجود میاره اکثرا ربط به بقا نداره و به خاطر اینه که ما رقابت میکنیم که ما اعتماد به نفس میده ما برای اینکه خودمون رو در واقع پیش خودمون خوب نشون بدیم و قابل نشون بدیم رقابت میکنیم و اثر رضایتمندی داره در واقع اثری که وجود میاره اون حالت رضایتمندی از خودمونه تا اینکه به خاطر بقا باشه و تحقیقات هم نشون داده که رقابت در آدم ها ریشه توی شخصیت اونا داره بعضی هستن که خیلی حس رقابتی دارن اصلا از بچگی که به دنیا میان خیلی آدم های رقابتی هستن بعضی هستن که نه مثلا فرار گفت اکثر مواقع مثلا رقابت نمیکنه. ولی یه سری چیزها هست که میتونه اون حس رقابت رو توی انسان افزایش بده که بیشتر ریشه در فرهنگ داره و در جایی که داری بزرگ میشی و داری زندگی میکنی که به نظر من خیلی جالب بود و خوب میشه که حالا در مورد این چند تا یه پنج تا مسئله است که در موردش صحبت بکنیم اولیش اینه که حس رقابت آدما بیشتر میشه وقتی ارزش خودمون رو با مقایسه با دیگران تعیین میکنیم که این دیگه فکر کنم اصلا مثال بارز ایرانه دیگه و حالا کشورهایی که فرهنگ آسیایی دارن یه جورایی که تو مدرسه مثلا از همون بچگی تو داری مقایسه میشی با شاگرد درس خونه کلاس توی ورزش داری مقایسه میشی با اون شاگرده که خیلی مثلا ورزشش خوبه توی مثلا جاهای مختلف همه جا داری مقایسه میشی با آدم های مختلف با فامیل با بچه زرنگه فامیل با فلانی فامیل همینطوری داری مقایسه میشی از طرف خانواده که یه جورایی به تو بفهمونن که دو تو باید خودتو بکشی بالا درسته؟ سکوت خاصی کردی یا کارون معمولا اینجور موقعی یه چیزی میگی نه اتقایی دقیقا همون چیز دیگه گفتن آموزشی که بقید دادن جوری بزرگ که وقتی رقابت برای یه شخص اهمیتی داشته باشه مثلا من که بازی کامپیوتری خیلی دوست دارم رقابتم توی اون مسئله شاید خیلی بیشتر باشه تا اینکه بگن یه امتحان ریاضی میخوایم بگیریم من چون میدونم که حالا فرادم واسه همین سوال ازش پرسیدم که اگر که از سواری بود که مثلا حالا بهش یه علاقه خاصی داری رقابتت بیشتر میشه یا نه که گفتش که آره پس موقعی که اون مسئله برای شما از لحاظ ذهنی اهمیت بیشتری داره وقت بیشتری برای صرف کردین به مراتب آدم رقابتی تری هستین تا مثلا مسئله که شاید براتون زیاد مهم نباشه مثلا شما هدال زدن توی زاینده رود این چیزی که کارونم گفت درسته وقتی که کسی که داریم باش رقابت میکنیم مهارت تقریبا برابر داره هم میگن تحقیقات نشون داده که انسان‌ها ها رقابت خیلی بیشتری دارن وقتی میدونن حریف یا کسی که دارن باش رقابت میکنن مهارت یکسان داره شاید یکم بیشتری یکم کمتر اون موقع اون موقع است که واقعا میخوای تلاش بکنی که طرف رو حالا یه جورایی شکستش بدی چهارمیش اینه که وقتی که رقیبمون رو میشناسیم حالا اگر داریم کسی که باش رقابت میکنیم و میشناسیم و اون حس رقابت رو در واقع میگه که اون مسئله احساسی وارد این رقابته میشه تو از لحاظ احساسی میای در واقع سرمایه گذاری میکنی روی این روی این رقابتی که وجود داره برای همین بیشتر تلاش می‌کنی که حالا اون طرف رو شکست بدی این یه تو کجا اتفاق افتاد یا تو خونه تو بچه ها وجود داشتیم فیفا میزدیم دقیقا خوب... نوشتم اینه اینجا نه یه خب خواهر منه بعد من آدم فیفایی نبودم من همیشه پس بازی میکردم ده. و خب فرق داره دیگه از یه بازی میری اون یکی از سخت و اینا بعد من با یکی از دوستای ایوان بازی کردم مثلا 4 1 هم باختم اصلاً برام مهم نبود اون خب اون بهتر بودی که است بعد ایوان جوی... تو از اون الدنگ باختی خیلی هم از یارو بدش بود تو رفتی از اون حالا اوکی مثلا چه اهمیتی داره برام حالا <تصحق> من نشم مثلا وقتی من با کارون فیفا بازی میکنم خیلی برای مهمتره تو که ببرم تا وقتی که اصلا با کسی که اصلا نمیشناسم آنلاین باشاش نشدم شدم یعنی این حس تو ها اون موقع ها هم دسته میشکنی آن، وقتی آنلاین هم هستی وقتی آنلاین هم با بقیه نه وقتی یعنی من و کارون توی یه تیم باشیم در مقابل یه آدم دیگه اون رقابت باز افزایش پیدا میکنه حالا میگم چرا اینم برمیگرده به دلیل بعدیمون وقتی که رقابت شما تماشاچی چی داشته باشه اینم خیلی میتونه موثر باشه وقت تحقیقات نشون داده که آدما به مراتب بیشتر تلاش میکنن وقتی یه کسی رو که میشناسن داره اون رقابتشون رو تماشا میکنه ما دیدیم کسایی که مثلا حالا پارتنرشون دوست دختر دوست پسرشون اومده موقعی که دارن فوتبال بازی میکنن یا روی حرکاتی اونجا میزنه سوباسا میشه نمیزنه و حالا سوباسا سو دید. واقعا یعنی فوتبالیست خوب تو ذهن تو سوباسا میاد آره, آره. این همه دنیا فوتبال سوباسا <تصا> چند ساله فانش نگاه کن چند به نگاه کن سوباسا چرا؟ سوباسا مگه نبود سوباسا اوزارا سوباسا ایمان این فایتی که بگو بگو ادامه نه کار رو ادامه بده نه نه دیگه <تصفح> 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 ایمان... فهمیدن اونایی که باید میفهمیدن فهمیدن نه اخو من واقعا هیچ ادعایی ندارم در این زمینه فوتبال و کلا ورزش اینجوری سوباسا بل. بل. یه فایتی برگزار شد دیشب بود یا پریشب نمیدونم جزئیاتش واسه همین خب نگو دیگه اگه نمیدونی کلا بعد این این بدون تماشاگر چی برگزار شد درسته برای. این نتیجهاش اومد بیرون که چه جوری بوده حالا چه جوری فروخته چه ریاکشن بوده من کل نرفتم را. دنبالش رو چه بخوای ولی چون که اون کسی که میخواستم ببره باخت دیگه اصلا نرفتم دنبالش آها. آره اونم اون یه راست کم که حالا تو یکم بیشتر این قضا رو دنبال میکنی دیدی فایت و اینا رو دیدی مثلا چه جوری بوده حالا من تو دارم که... تمام میکنم شاید تو بتونی یه چند تا ازش در بیاری اه... یه مدل یه مورد دیگهش هست وقتی که رقابتت بیشتر میشه وقتی که خیلی رتبه بالا یا خیلی رتبه پایینی داری میگن در ما وقتی بهشون رتبه میدی مثلا توی لیگ فوتبال تلاش میکنن که بالای جدول بالای تیمای بالای جدول تلاش میکنن که بهترین بشن برن بالای بالا به تیمایی هم که مثلا پایین جدولن تلاش میکنن که از مثلا لیگ نیفتن و تلاش اونا به بالا و پایین به مراتب بیشتر از اون کسایی که اون وسط حالا ده تیمی که اون وسط هستن آره اه. اون وسطی ها به خاطر تمام شد یا می‌خواد بگو بگو آره اون وسطی ها چون تو آیندهشون هیچ تأثیری نداره نه میتونن مثلا برن اول بشن نه قراره بیافتن لیگ دست پایین این قضیه رو توی کشورها هم مثل خیلی مشاهده میشه مثلا چون ماهایی که تو آسیا به دنیا اومدیم حالا ایران چین و اینا ماها آدمای رقابتی هستیم و حالا مهاجرت که تلاش میکنیم که مثلا حالا با هر معیاری که اندازه گیری میشه ولی آدم های موفق تری بشیم مثلا پلای ترقی رو بریم بالا ولی مثلا اینو میان با آدمای تو کشورهای مثل مثلا چند سوئیس و اسکاندیناوی و اینا که اینا به صورت پیشورز دیفالت یه زندگی خیلی با کیفیتی دارن یعنی اونجا یارو مثلا همین که به دنیا بیاد پاشو بندازه رو هم یه مینیمم زندگی داره که خیلی از ماهایی که اون سر دنیا به دنیا بالاتره اینا خیلی چیز میشن خیلی تلاش نمیکنن و اصلا اینجوری اون رقابتی که تو ذهن ما برای زندگی کردن که حالا کار خوب بعد خونه بخرن فلان کنه اینا ندارن خیلی شل و ریلکس تر زندگی میکنن اصلا یارو مثلا چند سال مرخصی میگیره بره مسافرت چون تامین بوده خیلی اون انگیزه براش نیست دیگه حالا اینم دلیل نمیشه که آنها موفقی نشن آخرش یعنی ولی با استرس کمتری غاله. آره آره به صورت قال... یعنی اکثریت... کمتری موفق میشن استرس که اصلا اونا ندارم من یه بار با یه سوئیسی صحبت میکردم می فهمیدم واقعا اصلاً, در... اصلا تو تو دو جای مخ... واقعا انگار مثلا تو دو تا کره مختلف داشتیم زندگی میکردیم ولی آره اون حالا اکثریت ماهایی که این ور بدون اومدیم همه باید مثلا بری به یه چیزی برسی یعنی ولی اونا لزوما اینجوری نیست یکی اصلا میره تتو آرتیست میشه تو سن 14 سالگی اصلا هیچ پدر مادرش چیزی نمیگه یکی دیگه میره اصلا پی میگیره کسی با اون لقبه مثلا کاری نداره همونجوری لذتش رو میبرن یه مورد آخرم که هست میگه ها خیلی رقابت میکنن وقتی که منابع محدوده مثلا تو همین دوران کرونا دستمال توالت در خارج از کشور دیدیم دیگه مردم تا مرز دعوا با هم دیگه تو سوپرمارکت ها رفتن مرز که نه واقعا دعوا آره دعوا کردن اینا برای رسیدن به دستمال توالت که قبلا اصلا هیچ وقت ما توی بدترین چرا کابوسمون هم نمیدونیم که همچه اتفاق بیافته که مردم سر دست توالت مش بزنن به صورت هم همون چه نقش آفرنی کردن سیگار کردن ویدیوش اومد دیگه تورنتو حالا جاشو نمیدونم نبود اون تورنتو بود سر دست توالت نبود تو همون بو بوه, بوه بود سر صف بود فاصله رایت نکردن و فوش مادر کشیده بود به یارو فارسی ورای پشو مادر بود یه ویدیو براتون فرستادم طرف رفته دوباره چکش آره خاص پاس کنه خلاصه این هفته موردی بود که گفتم که میتونه باعث بشه که آدم ها حال اون حس رقابتشون بیشتر بشه حتی اگر توی اون ذات اولیهشون نبوده باشه حتی اگر با اون حس رقابت به دنیا نیامده باشن این این مورد میتونه آدم ها رو حالا بیشتر رقابتی بکنه اگرم با اون به دنیا آمده باشن که اصلا میتونه تشدید بکنه و بعضی موقع به مرز نابودی ببره آدم ها رو حالا در آخرم بگم که این تحقیقات میگفتش که رقابت زیاد میتونه به قول معروف باعث افسردگی بشه چون که ما همش شریم خودمون رو با بقیه مقایسه میکنیم در واقع و معیار مناسبی هم برای اون مقایسه نداریم حالا کارون چندین بار گفته که ما قاتن زندگی خودمون رو با ظاهر زندگی یه نفر دیگه مقایسه میکنیم که این خیلی توی فضای مجازی میخوام رو تیشرت هم بنویسم <applause> <applause> ام... که آدم ها حالا تمام وقت دارند خودشون رو با بقیه مقایسه میکنند و وقتی همش داری رقابت میکنی بعضی موقع وقت بیش از حدی رو میذاری برای آماده شدن برای اون رقابت و, میتونی... و این میتونه در واقع باعث بشه که آدم های اطراف خودت رو از خودت برونی دیگه چون که وقت زی مناسبی براشون نمیذاری اون همیشه اون حس استرسه توی اطرافیانشون هست و در نهایت این آدم ها رو از خود دور میکنی من همینجا میخواستم یه در واقع اشاره‌ای بکنم با تمام کسایی که حس رقابتی بهشون دادم این مدت ازشون معذرت میخوام حال اینه همین که هست تغییر نمیکنه یعنی شما تو این فکریت که من تو اون بازی سر شما داد نزدارم هیچ وقت اتفاق نمیفته دلیلشو ولی میدونید آدم رقابتی هم دارم روش کار میکنم ولی در آینده نزدیک نمیبینم که این مشکل حل بشه خواستم در جریان باشید محمد روز سفر فرهاد با کسای دیگه بازی کنم. آره و بقیه کسایی که دارم بازی میکنم و بچه هم که از خودکست هستن قرار با هم حالا این بازی رو انجام بدیم از الان بدونید دیگه اگه کارتون درست انجام ندید احتمالاً م. الفاظ رکیکیو نه به شما ولی به کاراکتر تو تو باشه میدونی خب می که منو میکشه احتمالا احتخاط شد <applause> یکی بالاخره این وسط پیدا میشه و از تو به مراتب بهتره و اون موقع اون طورو طور رو فشکش میکنه و صد درصد اون موقع و... میفهمی فرهاد چه حسی داره حالا من اینو بهت بگم حالا اه آه میکنم <applause> این کسایی که من نگاه میکنم ببین اینا مثلا هفته چهارشنبه ها یه تورنمنت هست به نام وارزون که مثلا چه 50 نفر از آدمایی که خیلی بازیاشون خوبه و مثلا آدمای خیلی معروفی هستن میان توی این بازی میکنن اینا بعضیا ها بعضیا که نم تقریبا همهشون شغل اصلیشونه و اونا باید ببینید چه جوری همدیگه رو فوشکش میکنن یعنی طرف مثلا طرف چه میدونم بالای 200 تا گیم برده مثلا من 50 تا گیم بردم تو زندگیم بالای 200 تا گیم برده مثلا اینطوری که رکورد داره مثلا 6 تا گیم پشت سر همی که بازی کردن و بردن یه نفر که میکشتش اصلا از خود بی خود میشه دیگه دیوانه میشه مثلا اون پشت اون کامپیوتر من که دیگه جای خود دارم برات میخواد چند تا جالب ده برام بگی ده جالب بگو برام, برام. یکی حالا برم سر لیستم پرایت شد 90 میلیون برای چند چه جوری اینو واقعا برای... مثل اینکه اومده بودن... یه حرف قشنگی زده بود من بگم فقط حرف رو آره گفتن که 90 میلیون شد پراید پراید نشد 90 میلیون آره. آره, آره آره در رابطه با این مثال حالا این عدد دقیق نیست ولی سال 90 دور و سال 90 یه تویوتا لند کروزر بوده 90 میلیون این عکس و حالا مجله های ماشین اینا ها گذاشته بودن که ببین چه اتفاق افتاده تو این 9 سال و 90 میلیون چقدر خاک تو سر شده ولی مثل... من ایران که بودم دانشجو بودم یه پراید آبی داشتم بعد این یه اسمی داشت آبی؟ آره او آره... یا, یا آره؟ نه نه آبی این یه دوره فقط اونو زدن سال 98 اینا دیگه هم نزدن عکس اگه داری ازش بفرست بودی چجوری چجور؟ یه ذره بهت بخندی عکس رو نمیدن نه خنده که داری این اسم داشت ما ایشون با رو میمنت صدا میکردیم بعد اینو یه سه دوزدیدن ای بابا بعد... میمنت آره ما اومدیم پایین دیدیم نیست نه نه بعد این برگشت ولی کفتار جلد بود بعد یکی دو هفته فکر کنم پلیس اینو پیدا کرد تو این ماشین یه کاری کردن یه بوی عجیبی مونده بود نمیدونم یه ماده مخدر عجیبی فکر کنم کشیده بودن این بوه رو مونده بود ولی اون بزرگوار ما نمیدونم یه 6 7 میلیون فکر کنم تو بهترین حالت فروخته شد اگه میدونستیم قرار بمونه و بانو بشه 90 میلیون حتما میلیون اون موقع از 90 بوده دیگه نه, آه. نه. آه. نه بابا. نا. آره کلا همیشه پراید عددش واسه من همین 6 و 7 و, و اینا بود بعد انجو بود دیگه ده. و پنج بود یه مود یعنی مثلا 4 و 5 بود دیگه مثلا موقعی که ما از ایران میخواستیم بیام فکر کنم پژو 206 تیپ 6 اتوماتیک که دیگه 13 14 13 14 آره 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 ما آره. 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 خودمون مثلا یه همچین قیمتی در اومد بعد حالا یکی از دلایلی که این اتفاق افتاده حالا تو منابع فارسی هم اونقدر چیز نیست گسترده نیست که بشه همچین خبری و دلیل مواصلش پیدا کرد ولی یکی از چیزهایی که خیلی همه باور دارن دلیلش بوده این بوده که یه ستاد نظارت بر بازار هست مثل اینکه برای یه ستاد بازرسی کل کشور اینا اومده بودن با هم سر قیمت های ماشین و کلا قیمت هایی که خود رو ساده دارن ارائه میدن دار اینا به یه عددی به توافق برسن که به توافق نرسیده بودن بعد یه سری اعداد پیشنهادی روی یه سری برگه نوشته شده بوده که اینا روی یه سری خبرنگار و یه سری حالا افراد سجو میان مثلا میندازن توی بازار رو همینطور هم چون که آخ... آها دلیل این که خیلی به این شایع بارو پر داده شد این بود که پراید حرفش هست که میخواد خط تولیدش متوقف بشه و چون که مثلا این ماشین نسبتا ارزون قیمتیه مردم به حالت سرمایه لیکوید سرمایه سرمایه نقد آر... آره سرمایه نقد مثلا نگاش میکنن آه. و اینا خیلی این شایع سریع تو بازار پیچید چند روز و خب معاملات پراید خیلی زیاد شد و بعد یه رئیس جمهور محترم اومدن و گفتن... شب جمعه بوده که نمیدونستن آره شب صبح گفتن نه. که این کار رو دست برداری ولی خب حالا قیمت آنچنان بر نگشت یعنی الان قیمت پرایس آه یعنی شد 90 میلیون دور اومد پایین تر آره, یعنی. آره آره خیلی و فروش انجام شد ولی خب اومد پایین الان رو 80 بخ تو فکر کنم مثلا ده ما ده. تو ایران زندگی میکنیم یه جوون که حمایت نداره بعد خودش هم میخواد کار کنه چه جوری بود 90 میلیون تومان جمع کنه بعد مثلا بره تازه اون ماشین رو بخره آره حالا که تو این مرگ متوقف بشه فرمودین تولید عرابه مرگ عرابه مرگ دیگه آره از کرونا بیشتر کشته میگیره دیگه همیشه آره آره, آره. این بولو یه جالب بود, بود. جالب بعدی باز شدن استان استان ما استان بریتیش کلمبیا که تو چند باز شد؟ نه حالا میگم هفته بعد تیتر خبر بود. آره <تص> ما الان خط چهار, ف... چهار تا فاز معرفی کردن که در حال حاضر که داریم زب میکنیم تو فاز یکشیم که همون بسته بودن اکثر جاهاست از هفته بعد که میشه عواسط ماه می خیلی از بیزینس ها خیلی از مثلا سالن های آرایشی رستوران ها اینا شروع به کار کردن میکنن با حفظ و رعایت شعونات اسلامی ماساجورا ماساجورا آره و بعد فاز بعدی که خب بیشتر حالا اینا جزئیات داره جزئیاتش رو و سپتامبر فاز سوم میره توی چیز توی دستور اجرایی و بعد فاز چهارم که هنوز تاریخ دقیقش رو نمیدونم میره واسه واسه کنسرت ها و, و حالا تئاتر ها و جمعیت های مثلا بالای یه تعداد خاصی داره جمع. آره ریزیشون هم جالبه توی هر کدوم از این مرحله ها که باشی اگه دوباره آمار شروع کنه بالا رفتن آمار مبتلا اینا برمیگردن فاز قبل یعنی مثلا اون بیزنس هایی که باز شدن بسته میشن میرن تو فاز قبلی هر چی باز بوده دوباره باز آره آره نکته باحالش این بود آره, آره. تعمیرات اندیشیدن و ولی خب یه چیزی که خیلی جالب و که یکم من... به فکر آدم فرو اینه که این چند روزه هوای ونکوور خیلی خوب شده یعنی گرم شده و آفتابی و اینا و مردم به یه صورت عجیب و گله ای دارن میرن به سمت پا آره گله که میگم چون میدیدن مثلا گروه های ده نفره. و ترافیک دوباره داره میشه یعنی ونکوور هنوز باز نشده خب من خونم کنار اتوبانه میبینم و یکی از شریان های اصلی شهر دو تا ما چیز داریم پل داریم تو این شهر که در واقع قسمت شمال رو بحث میکنه به قسمت مرکزی ونکوور من کنار یکی از این پلام و از ساعت سه تا مثلا پنج دیروز واقعا اینجا ترافیک سنگین شده بود مثل واقعا روزای تابستونی که معمولی داریم الان با اینکه همه جا بست است به قول معروف یه همچین بساتی دیگه ولی من الان دارم این پارک رو میبینم ستنلی پارک خلوته نسبت به این درجه هوا و اینا اگه حالت عادی بود اونجا پر آدم و دوچرخه اینا بود الان به نسبت خلوت تره لب ساحلا خیلی میگن شما که تو هومه هستین چطوره؟ اینجام خیلی اینجا خیلی شلوغه اینجا چ... اینجا پارک ها عجیب غریب شلوغ شدن و آره خلاص این حالا خبر جالبی ببینیم که چه اتفاقی میفته در هفته های آینده که میخواد بیزنس ها اینا باز بشن مردم توی ایران که تقریبا که تحقیقا همه چی برگشت به حالت عادی بله مدرسه ها مثل این که داره باز میکنه یا باز شد هنوز باز نشده ولی قرار باز شده ولی ادارات و اینا همه بازن همه دارن کارشون رو انجام میدن در مشخصه؟ مشخص خدا رو شکر کرونا رفت ببندیم اپیزود رو بریم برای پنجشنبه برگردیم کامنت نداری؟ فرهاد جان شما کامنتی چیزی پیدا کردی یا پیدا نکردی؟ من چند تا کامنت س... توییتری دارم که بخونم نه بخونم یه دونه یوتیوب یه کامنت جالب بود میخوایی بخونم بخونم بخونی حالا تو, تو توییتر رو بخونم اونو پیدا کنم من توییتر محسا گفته بودش که این قسمت جدید خودکست خیلی چسبید قشنگ دارم برای دوستام تنگ شد ما هم چهار نفریم که هر وقت دور هم جمع میشیم همینجور زمین و زمان رو میریزیم وسط و نقد میکنیم آخرش هم خیلی راضیم از, خودمون اه بعد اه یه شخص دیگه گفته بودش که آوا گفته بودش که وقتی از یوتیوب نوتیفیکیشن میاد که خود کسی جدید گوشته نیشم تا گوش باز میشه دمتون گرم دیگه این کسایی که تو یوتیوب نگاه میکنن یه در واقع انرژی مضاعفی به ما میده چون که خب حالا ما این کارهای ویدیویش شاید خیلی زمان میبره و موقعی که دیده میشه خب ما یه لذت خاصی میبریم تو چیزی داشتی تو یوتیوب بخونی کارون آره یه کامنتی بود چند من خوندم هستی جان جان حالا جان جان آره نوشته بودش که به خودم بگم الان چند ماهه که از فضای مجازی دورم بخصوص خصوص اینستاگرام چون علاوه بر اینا سمت و سوها که به همه داده میشه توی زندگی روزمره چون مدام داریم مطالب جور با جور میخونیم این مغز نمیتونه در لحظه طبقه بندی کنه مطالب و باعث میشه حتی اگه داریم یه مطلب درست یه اطلاعات درست از منبع خوب میگیریم هم به خاطرمون نمونه و حافظمون به مرور ضعیف بشه آره ب... حالا میگن اینفورمیشن پولوشن یعنی آلودگی اطلاعاتی اینقدر اطلاعات مختلف حجمه اطلاعات مختلف مغز شما وارد میشه دیگه اصلا ما نمیتونیم پردازش کنیم و همون چیزهایی هم که تو حالت عادی احتمالا یادمون میمونه رو شروع میکنیم از یاد بردن بعد گفتن آره حافظه به مرور ضعیف بشه در واقع همون یادگیری غیر نظارت شده که کارون الگوهاشو گفت بعد گفتن که من به عنوان یه آدم چند سال وقتم و میشه گفت 8 9 ساعت در روز توی اینستا بوده خیلی تخریب شخصیت براش شکل گرفته و باعث شده که حالا علا چیزایی که بهش علاقه داشت فراموش کنه و مدام در حال مقایسه و تقلید بوده چیزی که راجوی زیاد صحبت کردیم بعدی گفتن که جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعت آره همین خیلی این بر من جالب بود که میگفتش که چند سال 89 ساعت در روز جمعش گرم اگه ساعت الان به هر عددی کاش داده رسونده خیلی برمان جالب صفر بود کمش کاری کرد دو تا از اینستاگرام بخونا من بخون پادی تیم نوشته که خدایش بعد قبول کرد که این اینکه چارتایی از هم دور موندید و همدیگه رو مثل قبل نمیبینید خیلی برنامه‌تون باحال‌تر شده من توی مدت تمام این اپیزودهایی هایی که چارتاییتون به همراه هم و مهموناتون بودین رو گوش کردم شنیدم و دیدم و خیلی ازشون بیشتر لذت بردم نسبت به قبل دمتون گرم حالا این درسته ببین حضرت... اینو توی حالا. روابط هم شما میبینی مثلا شما با یکی تو رابطه باشه هر روز که این طرفو ببینی این دیگه اون آتش تو گرفته میشه دیگه اون جذابیتی برات ولی اگه خیلی دیر به دیر ببینی وقتی می‌بینی خیلی تشنه دیدن اون طرفی آره الان برای ما همینه چون ما نمیبینیم هم یه, باری که در هفته میبینیم خیلی تشنه همدیگه دیگه ایم آیدا گفته بدیش که عاشقتون هم که دور هم جمع میشید این اونو دیس میکنید چی گفته نو؟ گفته بعد خیلی ها هم از من درخواست کرده بودن که پیج اون دوست که زبان انگلیسی رو درس میدن برشون بفرستم برای چند تا فرستادم حالا اگه واقعا بخوان بقیه رو میفرستم و واقعا آره آره و جالبیش اینه که برمیگردن تشکر میکنم میگن خیلی خندیدم و روحیهشون کلا عوض شده توی اون روز فکرم کارونم که زیاد توی این داستان نیست یکی دو تا این دیده بود خندیده بود از این دوست نه قشنگ بود آره همین دیگه یه نکته یوتیوبی الان بفرمایید که کامنت داده بود یکی از بهترین این... میشه گفت سابسکرایب های ما هم. چون ایشون معلومه که اون دکمه زنگوله رو فشار دادن علاوه بر سابسکرایب کردن که نوتیفیکیشن, های... میره براشون ما براشون میره. میره لطفا همگی سابسکرایب کنید اگه تا حالا نکردید چه وضعشه و اون زنگوله رو بزنید و دور هم خیلی نزدیکیم دیگه به اون هزار تا خیلی نزدیکیم من در مورد این تیشرت هایم که الان داریم در وقت دارم که شما ها رو تقریبا این واف نکرد تو این قضیه متاسفانه ها رو باید انجام بدم دارم انجام بدم خیلی حس خوب و رضایتمندی دارم از خودمون فرزانم توی کست باکس هم دوستان سه رو بخونم خیلی مثبت بود نسبت به اپیزودی که فرزاد رفته بود خیلی دوست داشتن ملیکا گفته بودش که خیلی خیلی, خیلی خوب بود با اینکه بار اولی بود که اپیزود میرفت فرزاد خیلی راضی بوده فرزانه گفته بود مثل همیشه پر انرژی بودین اسما گفته بودش که خیلی ممنون واقعا عالی بود آسما درست آسم. آسم. اسما و یه چندین نفر خیلی زیاد هم گفته بودن که اپیزود لایو برید توی کس باکس حالا در واقع این اجازه رو به شما میده که همین کاری که ما داریم میکنیم همین هم لایو پخش بشه احتمالا برای حالی اپیزود اسپشیال تمهیداتش رو امهیداتش رو می اندیشیم و حالا این کار رو انجام میدیم احتمالا خیلی هم اشاره کرده بودن به اون اپیزودی که فرزاد رفته بود گفته بودن که آره مثلا اتفاقایی مثل پلاسکو مثل سانچی کارگران معدن هواپیما و اینا که حالا خیلی زیاد هستن که ذهن یاری نمیکنه در مورد اینکه غم آدم ها رو میتونه به هم دیگه نزدیک تر بکنه کاملا با فرزاد موافقت. خلاصه بریم جمع کنیم بریم برای اپیزود کارون بیایم ما توی تمام فضای مجازیمون اسم توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواد با ارتباط مستقیم داشته باشید ما پروفایل داریم توی تلگرام به نام خودکس تاکس که میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و نوشتاریتون رو بفرستید ما میریم و هنگ شنبه با یه موضوع جدیدی دیگه برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ خدافظ